اوکی. بینندگان عزیز، در هر جایی که دنیا هستین و به صدای ما گوش میکنین یا روی یوتیوب نگاه میکنین، درود بر شما. این برنامه ما مدت هاست که در بیش از 20 خورده سالی که من این برنامه رو دارم، ولی که این برنامه رو ما شروع کردیم به نام آشنایی با قانون بود. آشنایی قانون برای من دیدم که اولا یه آشناییه، اکسپرتیز نیست، برای اینکه قانون انقدر شعبات مختلف داره و در هر شعبش به قدری تغییرات زیاده که نمیتونه بگی که آشنایی با قانون. نه، من باید میگفتم آشنایی با قوانین مهاجرت. تو اونم من میگم اگر که شما در نظرتون باشه اون وقتا که برنامه وکلای مختلف که میدین، میبینین که قفسهای پشتر هستش و یه گانم از این کتاب مطابق هست و که باید هم هر وکیلی باید اینو میداشت، برای اینکه این قبل از کامپیوتر بود دیگه، قبل از این دیتابیس اومدن الکترونیک کردن. خب بعد که این دیتابیس الکترونی شد دیگه اصلا کاغذ حروم بود، درخت باید میکندن در مملکت، در ممالکی که درستی که آمریکا درخت کاریش خیلی منظم هست و همیشه یه درختی که میکنن یه ریپلیسیون براش، چند تا ریپلیسیون میذارن، ولی به هر صورت یک کار عوضی بودش. و الان الکترونیک یک دقیقه هر لحظه آدم میتونه پشت کامپیوتر بشینه و اطلاعات زیادی بگیره، به خصوص الان کلوبایی هستن که اینا هر کدوم خب خوبی ها بدیش دارن، هر چیزی تو دنیا خوبی ها بدیش داره. فوراً اگنس فورش اینه که الان اون وقت مثلا مثل این نیستش که برین تو اون کتاب خونه های وکلا برین توی اون چند صد تا کتاب یه قانون رو پیدا کنین و در ضمن اگر قانونم عوض میشد هر ماهی یه کتابچه براتون میفرستادن که این قانون جدید و در این مورد مثلا اینجوری شده، این کورت اینجوری دستور داده، در این مورد کورت اونجوری دستور داده. ولی الان تقریبا میشه گفت ریل تایم نه، ولی به فاصله خیلی کوتاهی میان این قوانین رو چش میکنن، به حساب به حالت روز درش میارن. حالا این خوبی هاشه، بدی نمیخوام بگم، ولی یک چیز منفیشه و اینه که بعضی ها که من آدم هاییم تحصیل کرده های خیلی خوبی هم هستن، از مهندس کامپیوتر دیدم تا الکترونیکس دیدم تا پزشک، دندون پزشک اینا، فکر میکنن که فقط اگر بلندشن برن توی گوگل سرچ بکنم برای فلان کتگوری امیگریشن همه چیز درسته. ممکنه در بعضی موارد درست باشه، ولی در بعضی موارد ممکنه که چی باشه، آدمو رای کج ببرتش. موقعی که برنامه برای کج میره تا بیاد آدم درستش کنه اینو بیاد روی ریل اصلی بندازه، مشکلات زیادی داره. اونایی که میرن این کارا رو خودشون میکنن برای اینکه میخوان هزینه وکیل ندن، مثلا به جای اینکه دندونشون درد میکنه برن دنبال دندون پزشک، میرن دنبال یه سلمونی مثلا. دلیلش این گفتم من برای اینکه ما موقع کوچیک بودیم و شهرستان زندگی میکردیم که من یادمه که خب میبینی اکثر شهرستان در تمام دنیا نگاه میکنی، میبینی مبدع شهرستانی که میبینی یه رودخونه است، برای اینکه مردم نزدیک به آب باشن و بتونن زراعت بکنن یا مثلا مصارف دیگه شده شوشن. یه سلمونی بود، اونجا سلمونی میکرد، دندون میکشید، در بعضی موقع ختم میکرد. خب بعضی موقع این سرچ کردن روی کامپیوتر، برای اینکه من دیدم یه نفر از دالاس بوده دو سه هفته پیش به من زنگ زد گفت آره من این کاری کردم، ولی گفتم خب ولی چی که برای من تلفن کردی؟ گفت اینجا. گفتم ها، اونجایی که شما با
باید به مولانا برین اشعارش رو بخونین و داستان کنیز رو نگاه کنین. آره یه چیزایی هستش که عوض میشه، یه چیزایی هستش که بازم مثالی که من میزنم مثل اینه که قانون مثل یه درخت میمونه، این درخت هزارها برگ و شاخه داره مثلا، بعد همینجوری که روی زمین برگ و شاخه داره در زیر زمین هم ریشه داره، یه دو سه تا از این ریشه، سه تا چهار تا از این ریشه اگر من کلاس طبیعی مو یادم بیاد، اینا شاخه های درشت هستن که اینا نون به این درخت ها نمیرسونن، اینا درخت رو مستحکم نگرش میدارن که باد و بارون و فلان اینا میاد درخت سر جا خودش واسه، ولی از بغل این شاخه های ریشه های بزرگ، ریشه های کوچکتر، ریشه های کوچکتر تا واقعا ریشه های خیلی ریز هست که اونا از خاک غذا میگیرن و به برگ میرسونن و درخت و سبز نگه میدارن. قانون همینه، طرف میگه من به اینجا این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم. آه یکی دیگه از ایران یه نفر با من تلفن کرده میگه من سیزن آمریکا هستم و یه بچه دو ساله دارم، براش برای این بچه دو ساله تقاضای گرین کارت کردم. ببینید این به طور کلی غلطه، به طور کلی غلطه. شما اون بچه که داری، اولا یک، اگر این مادر سیزن میخواد بیاد آمریکا، سیزن آمریکا هست، رفته ایران، ازدواج کرده، بچه دار شده و حالا میخواد برای شوهرش هم تقاضا کرده، حالا بچهش هم میخواد برایش گرین کارت تقاضا کنه، احتیاجی به این کار نداری. بچه زیر دو سال میتونی بری کنسولگری، اونجا به یه دونه پس میدن که بلند میشی میای اینجا، یه بچه رو بچه چی میگیری؟ پاسپورت آمریکایی میگیری دیگه، احتیاجی به گرین کارت نداره. اینا هستش که بعضی حالا بچه بزرگتر از دو سال شده، خب این مشکلات دیگه خودش داره. یا مثلا بگم که یک ده هستن اکس، خیلی در موارد زیادی هستش که یک مقداری از گوگل و از این کلوب های ایمیگریشن که هستن میشه کمک گرفت، ولی بعضی موقع میبینین که یه نفر نظرشو میده. مثلا بگم چند وقتیش بود، 6-7 ماه پیش بود، یه نفر به من تلفن درباره همسرش اینا صحبت کرد، بخواد مثلا من همسرم سیزن آمریکا هستم، بخواد همسرم بیارم آمریکا، و به من یه نفر گفته که 4 ماه درست میشه. من به این شخص گفتم که از این آقا خواهش بکن اگر این همسرشو از موقع تقاضا میکنه 4-6 ماه میاردش آمریکا، من 4-6 برابر حقوقی که ایشون لیگال فی که ایشون چارج میکنه من بهشون میخوام یاد بگیرم این داره چیکار میکنه که من نمیدونم. من سالهای سال این کار رو دارم میکنم، هزارها پرونده داشتم، یه همچی چیزی ندیدم. رون حساب ما نمیدونیم که ببینید قانون به طور کلی، به طور کلی استچوت، استچوت چیه؟ استچوت یا جاجمنت های دیفرنت جاج در موارد مختلف نوشته میشه و بعضی موقع اینو میارن میبینن که چقدر اینا بانچش میکنن همه رو، میان کادیفایش میکنن. کادیفای کردن یعنی میره تو مجلس و مجلس میگه استچوت شماره نام فلان فلان فلان. خب استچوت اینقدر وسیع نوشته میشه که اینو بازم در اختیار جاج میذارم که جاج در کدوم محل زندگی میکنه، این شخصی که مثلا میخواد تقاضای فلان ویزا رو کرده باش مصاحبه، باید مصاحبه باش بکنه، اون وقت نظراتی که اون
به خودش دیسکرشن داره، اجازه داره که یک استشیر بگیره که آیا این یک دونه چوب چارگوش است که میخواد تو سوراخ گردی بکنه یا نه، یک کمی میشه درستش کرد، میتونه فیتش بکنه. رولسا ممکنه توی این چیزای عمومی، کلوب های عمومی درباره ایمیگریشن مردم با هم صحبت میکنن، با هم دیگه شعر میکنن، از هم دیگه تقاضای وکیل میکنن که چه وکیل خوبی رو، خب نظرات خودشون رو هر کسی داره، ولی باید توجه کنی که یک فکت سیچویشن در یک ایالت، در یک گروه، در یک چی فرق میکنه با یک فکت سیچویشنی در جای دیگه. و این به خصوص در موارد مثلا بگم ضمانتنامه مالی هستش یا موارد دیگه که الان من همش یادم نیست که در کدوم ها هستش، ولی میخوام بگم که اینو باید توجه کنیم. یه چیزی که الان اومدن مثل همینی که میدید دولت هم اومده گروناش بعضی فایلین فیاشو گرونتر کرده، مرتب فرم ها ممکنه عوض بشه. به عنوان مثال مثلا بگم یک فرمی هست به نام DS-260. DS-260 خوب یه سری اطلاعات کلی میگیره، بعد از اینکه کیس اپروف شد اینو آمادش بکنه که به دست کنسول. حالا شما میرین DS-260 امسال نگام پارسال نگام بکنید با سال گذشته با امسال میبینید خیلی فرق. اون وقتا مثلا یه نفر اگر که فرم DS-260 میکرد پارسال میگفت، پارسال کنسول میگفتش که ما باید چیکار کنیم، بکراند شما رو ببینیم. این بکراند 100% بکراندی که آخر سر ساده میشه نیست. یک فرمی به نام DS-3555 که ازتون میپرسه نمیدونم مسافرت کجا رفتی، با چند تا تلفن داری، چند تا اینترنت داری، با چی از این چیزهای الکترونیک اپلیکیشن ها کدوم ازش هستی، اینا اضافه میشه. رول حساب یه نفر اگر ندونه بره فرم و اشتباه پر کنه کارش دو ماه سه ماه عقب نمیفته، ممکن 4-5 ماه عقب بیفته. اینم میخواستم بهتون توجه بکنم. خیلی خوب، درباره ویزای نامزدی ما چند تا داشتیم که چی شد. ویزای کار، الان اگر کسی میخواد ویزای کارشو تمدید بکنه درسته که میگه پروسسینگ تایم ممکنه 8 ماه باشه، 4 ماه باشه، 3 ماه یا 2 ماه باشه، ولی الان این وقتشو اضافه کردن، میگن همون اجازه کار رو میتونید تا فکر کنم در 24 ماه دیگه اضافهش بکنید. دیگه مقصد در مورد سپاه بازم میخوام، برای اینکه چندی مرتبه این از طرف مال سپاه به من کسانی که مشکل بونو دارن زنگ زدم و من تونجه کنیزم راهنمایی کردم، ولی بعضی ماها میبینیم که راهنمایی که یده میکنن درست نیستش. به عنوان مثال یک نفری به من زنگ زد، کلاینت من بوده قبلا، این حال شخص محترمی هستش، سه هفته هم بیشتر تو سپاه نبوده. بعد این 2 هفته که سپاه رفته خب مجبور بوده بره. اگر موقعی که میخواستم تقسیمشون بکنن میگفتن تو مثلا این ارگانیزن، تو این ارگانیزن، تو از سپاه، میگن نه آقا من سپاه نمیرم. همونجا خب دولت باهاش طرف میشد. من میدونم که قوانین در دنیا فرق میکنه، قاضی هم در دنیا فرق میکنن. بعضی قاضی ها هستن که باید بشن برن کلاس اول ابتدایی و بعضی هستن که خیلی خوب هستن. خیلی خوب، این آقا یکی میرازه اول میگفتش که من این کلاس اول ابتدایی، گفتم منظورم یه آقای قاضی هستش در اصفهان رأی داده که از بهترین رپرهای ایران رو برای یه رپ خونده، شعر خونده، میگه محکوم اعدامش کن. آخه تو
کجای دنیا این کارا رو میکنن؟ برید از دفتر این آقای وکیلی که در اصفهان هستش. به هر صورت موقعی که میاد یک نفری در مورد سپاه صحبت میکنه، میبینه سپاه کاملا فراگیره، خیلی قانون حاشیه. این آقای که من میگم و چندین نفر دیگه من کلاینت داشتم که کیساشون رو قبول کردم پیش از بعد از بعد از آگست 22 2022 یک بخشنامه دایرکتیوی اومد، یه بخشنامه اومد که آقا این قانون خیلی هارشه، خیلی سخته. یک کسانی اصلا مثلا رفته مجبور داره 3 هفته در تو سپاه خدمت کنه، بعدا رفته 2 سال بقیهش استاد دانشگاه رو دادم پزشکی یاد میده به بچه های مردم، جراحی یاد میده به مردم، توی شرکت های مهندسی کار میکرده، کارهای مهندسی میکرده یا امثال دیگه. این اصلا قانون هاشه که شما همه مردم میذارین تو سپاه؟ یا اینکه پسره اومده تو آشپزخونه سیب زمینی پوست میکنده، یا اینکه راننده بوده یا مسئول نگهداری فضای سبز پادگان ها بوده، این اصلا چه میدونه؟ سپاه نمیدونه با سین مینویسن یا با ساد. پس بنابراین شما کاری که میکنین این 8 نکته رو مراعات بکنین. خب من رو اون اساس اومدم چیکار کردم؟ برای چند نفر کیس گرفتم، خیلی هم این برانور زدیم. و موقعی که من کار این آقای دکتر رسید، من اصلا دیگه رفتم به موقع دینایش کردن، تقاضای ما رو دینای کردن، گفتم طبق ماده فلان این جز سپاه و چیه جز تروریسته. آقا پزشکی داشت درس میده، دست یه نفر که دختر بوده داده چی میگه چی ربطی به تروریستی بوده داره؟ اصلا اسم تروریست رو ازش بدش میاد. ما اینو تا مرحله رفتیم که به معاون وزیر کشور در امور کنسولی نام نوشیم شکایت کردیم، گفتیم آقا این در تمام موارد اومده طبق قانون رفتار کرده، نمیدونم چندین مرتبه اومده آمریکا، الان همسرش که جزو گروه خواهر برادری هستش، برادر خانومش براشون تقاضا کردن، خانومش و بچهش اومده اینجا، این آقا رو هشگه نمیتونه بیاد. بعدا گفتن که آره این 8 موردی که شما میتونستین اجرا بکنین مربوط به افغان کسانی که سیزن افغان هستن که اومدیم پدرشون در آوردیم به اون ربط داره، و چند تا سناتور هم که اومدن خواستن گفتن نه این نباید به ایرانی ها چی بشه، وزیر امنیت داخلی گفت آره نمیشه. حالا یک کسی هستش که در امور کنسولگری، کنسول قاضی نیست ولی کارمند وزارت کشوره و دارای اختیاراتی داره که میتونه با یه نفر که مصاحبه بکنه تمام به حساب totality of circumstances همه رو با هم جمع بکنه. البته فکرم نکنی که میگه که ما رفتیم پلو کنسول 5 دقیقه بیشتر با ما وقت نداشت، نه، این روز پیشش برای اینکه برنامه‌اش رو تهیه کنه برای فردا صبح همه رو خونده، totality of circumstances تمام اینا رو بغل هم گوشه که آیا به این من ویزا بدم یا ندم. ولی از همین طرف هم ایشون موظفن که یه مصاحبه با این شخص بکنن برای اینکه ممکنه اویدنس تازه این شخص بهشون بده که ممکنه تصمیمش عوض بکنه، به جای نه بگه آره یا به جای آره بگه نه. حالا این مسئله بهش میگن ریویوبلیتی، یعنی بازنگری. کنسول بازنگری نمیتونه بکنه، کنسول کارونده وزارت کشوره، وزارت کشور زیر نظر وزیر کشوره،
وزیر کشور برای رئیس جمهوری کار میکنه. موقعی که دستور از اون بالا میاد، اکسکیتیو اوردر نوشته میشه که این گروه باید جزء گروه تروریستی باشن، اون کنسولی که اون درجه پایین نشسته نمیتونه نظر رئیس جمهور رو عوض کنه. ولی اگر کسی با به نحوی اومده باشه در آمریکا قانونی، که این کیسشو مال یک وکیل دیگه است، من شنیدم و ازشون جریان چی بوده؟ یه آقایی بوده که کارمند سپاه بوده، بعدن یک جوری وارد آمریکا قانونی شده، من نمیدونم که چطور شده، اونو اطلاعات ندارم. الان 5 سال از گرین کارش گذشته و میخواد بره تقاضای سیتیزنشیپ بکنه. تقاضای سیتیزنشیپش رو رد میکنن. خب این موقعی که میاد تقاضای سیتیزنشیپ رد میکنن، وکیله برای میشه شکایت میکنه، یه رد مندیمس مینویسی که آقای وزیر کشور، آقای وزیر این، آقای وزیر این، آقای وزیر مثلا اترنی جنرال، وزیر دارا، نه معذرت میخوام، وزیر دادگستری، از همه اینا شکایت میکنه که چرا این رو ردش کردین. اون موقع قاضی حق داره، برای اینکه قدرت ریویوبلیتی داره زیر یا 5th Amendment یا 14th Amendment که دو پروسس در مورد این اجرا بشه، توجه بودیم. و این الان احتمال داره که اون شخص بتونه سیتیزنشیپش رو بگیره. حالا فرقشیه، اونجا کنسول قدرت ریویوبلیتی نداشت، اظهار نظر نمیتونست بکنه، با وصف اینکه اجازه داره که دیسکریشنش انجام بده، ولی اون سلسله مراتب بگیرم اون نمیخواد با طرف بالا شاخ بشه برای اونا. ولی اینجا جاش دستور میده به دولت، دستور میده به رئیس جمهور که بیا اینجا، ما میخوایم محاکمت کنیم. این 2-3 روز گذشته رو نگاه کنید، رئیس جمهور سابق آمریکا رئیسه اونجا و به محض اینکه قاضی وارد اتاق میشه این بلند میشه. حتی هفته پیش بود، مثل اینکه پیش از اینکه قاضی خارج از اون صندلی قضاوت بیاد پایین، این آقای رئیس جمهور بلند شد، دادگاه بهش دستور داد بشین سر جات تا قاضی بره بیرون. خب اینجا پس جاج اینجا میتونه اوردر بده، نگاه کنه قانون رو ببینه که اینتنشن این قانون چی بوده، نیت قانون گذار چی بوده، و اینو انجام بده و عوضش کنه. حتی ممکنه عوضش کنه، من احتمال زیاد هم میبینم که این عوض میشه و این شرط سیتیزنشیپ میدن. حالا یک دست آن این آقای که کلاینت، من از اون به بعد دیگه کلاینتی نگرفتم، پول یه دو نفرم که بعد از این که این دستور داده شد من اشتباه این گرفتم، همشو بهشون رد کردم. حالا مسئله سنی که بالاخره چی میخواد بشه با شرایطی که آدم الان داره میبینه، فکر نمی کنم که این رد کردن، یعنی به حساب این دستورالعمله که این کسانی که در سپاه خدمت کردن بیاد عوض بشه، با شرایطی که همتون بهتر از من میدونی که چرا و چرا نه. حالا آیا مردم اینو دوست دارن؟ نه. خب مردم میخواد بیاد، یه نفر اینجا میخواد بیاد، مثل این کیس خون میشه، یا یه کیس دیگه دارم که این آقا 2 سال خدمت کرده اونجا ولی معلم موزیک بوده توی یکی از این پادگانا، زنش آمریکاییه، بچهش الان 3 سال است و بچهش نمیتونه ببینه. البته اینا میتونن برن ایران، ولی اون نمیتونه بیاد پرو، برای که
همسرش اینجا کارمنده، شغل داره، خونه داره، میخواد بیا زیر سقف هم زندگی کنن. رو حساب این آقای دکتر به من ایمیلی زدن و گفتم که گفته این وکیل گفته اینجوری اینجوری انشالله این انشالله. من هر موقعی لغت انشالله که میاد میگم که پس بنابراین it doesn't fit. حالا باید ببینیم که احتمال زیادی هم من میبینم که رئیس جمهور جدیدم که اگر بیاد یا همین که هستش بمونه این عوض بشه. درباره چند نفری که مصاحبه کردن، مصاحبهش خیلی طول کشته، هرچی هم که کنسول ازشون خواسته بهشون دادن. الان آقا یک سال خورده ایه از مصاحبهش گذشته بهش. خب این آدم چیکار کنه؟ این در خدمت سربازیش رو معاف شده بوده، پدرش سیتیزنه، میخواد بلنشه بیاد اینجا. خب این رو بازم گفتم، بازم شکایت از دولت میکنه که یعنی من امروز فکر کنم امروز فردا این شکایت رو تمومش بکنم و دوشنبه تسلیم به صاف فایلش کنم برای کرد. یکی اینه، یکی مثلا بگم یه نفری دارم که در نیورلینز بودش، من اونجا تو کورت حاضر شدم باش برای اسالم تقاضا کرد. اسالمی که تقاضا کرده آخرین نقص فنی که به حساب ازش داشتن گفتن خدمت نظام بوده، این خدمت نظام معاف شده برای این پدری 60 خورده سالش بوده. خب این آدم میبردش دادگاه، دستور بهشون میده دادگاه که این کارو زود انجام میده، هم که در مورد چندین کسی دیگه که من داشتم صحبت کردم. چیزی دیگه که میخواستم صحبت بکنم اینه که آدم یه بزنم خیلی رو برم تلفن رو برم چیه بفهمی؟ الو؟ قد شده چیزه. یه چیزی که میخواستم صحبت بکنم در مورد خیلی ها هستن یا خود ما تقاضا کردیم برای یه نفری که میخواد همسر یا برادر یا خواهر یا پدر یا مادرشو بیاره. خب اول میاد اداره مهاجرت تصمیم میگیره که این حق اینو داره که این اپلیکیشن رو پر بکنه و ما باید بررسیش بکنیم، نگاه بکنیم میره همه چیز کامله. یه نامه براشون میاد، اون پولی هم که فایلین فی هم ازش میگیرن و بهش میگن که چی کن، پرونده رو ما میفرستیم به نشنال ویزا سنتر. نشنال ویزا سنتر جزء وزارت کشوره، یو اس سی آی اس جزء وزارت امنیت داخلیه. اینا که گفتن که آره این حق و داره که بهش ویزا صادر بشه، دیگه کار نمیتونن بکنن. کی میتونه کاری بکنه؟ اون وزارت خونه ای که ویزا صادر میکنه در سراسر دنیا. خب برای اینا که همه که نمیتونن به وزارت به کنسولگری نام نیستن، میگم میذاریم به یک اتاقی، البته اتاق من شوخی میکنم، یک ساختمون خیلی بلندیه، به نام نشنال ویزا سنتر. نشنال ویزا سنتر اون موقع این کیس رو تعیین میکنه کدوم وزارت خونه بفرستدش، یک کیس نامبر بهش میده و بعدا بهش یک شماره دیگه میده، میگه تو باید یه 120 دلار برای تمام فامیل بدی، یه 325 دلار برای هر فردی که میخواد تقاضای گرین کارت کنه بدی. موقعی که این تموم شد اون وقت فرمای دیگه و ضمانت مالی اینا رو بگیریم. خیلی اینو تموم میشه، موقعی تموم میشه یه نامه برای این شخص میاد که آقا کیس، یا مثلا اون شخصی که براشون تقاضا کرده میره توی سیستم نگاه میکنه میبینه که هیچ کم و کسری نداشته، نمیدونم تمام فرما حاضر آماده است، ولی منتظرن که کنسولگری براشون وقت بذاره.
چون تعداد مراجعین زیاده و تعداد کنسولگری هایی که برای ایرانی ها بعد از اون حرکت قهرمانانه گرفتن کنسولگری آمریکا در ایران شد، دیگه در ایران ما کنسولگری نداریم، ما سفارت نداریم، میفرستن به این سه تا مملکت هم کدومه؟ یا ترکیه هستش، یا ابوظبی هستش، یا یروان هستش. اونجا موقعی که نگاه میکنن میبینن که خب تعداد کنسولگری کمه، این پرونده های همه روز اضافه میشه. اگر برای یه نفر که اومده تقاضا کرده پروندهش کامل تکمیل شده، یه سال خورده پیش اگر هنوز برای مصاحبه نخواستنشون، تنها کاری که میشه کرد اینه که براشون سب بکنن، یا اگر احیانا شرایطی موجود هستش که بیان اینا از نظر هیومانیتریان براشون تقاضا بکنن، اون وقت چیه؟ از نظر هیومانیتریان که باید ما تلفن میرم این قطع شده مرتبه. هلو بفرمین. سلام، خسته نباشید. درود بر شما. با آقای دکتر میتونم صحبت کنم؟ من خدمت شما، بفرمین. خوب هستید آقای دکتر، من از نشویل زنگ میزنم. خب بعد من در حدود 11 سال اومدم. خب بعد گرین کارت من تا 2030 وقت داره، بعد من اقدام نکردم برای سیتیزنشیپ، آیا مشکلی پیش میاد برای من یا نه؟ چرا؟ من خیلی آدم ها رو میشتم که 30 سال پیش گرین کارت دارن، نمیخوانم سیتیزن بشن. یعنی مشکلی نیست؟ گفتم خدمتتون نه. پس هر زمان من میتونم اقدام کنم آقای دکتر؟ شما اگر که برگردین از موقعی که تقاضا میخواییم بکنین، باید امتحان زبان بدین که حتما بعد این چند سال زبانتون باید خوب باشه، باید که 5 سال گذشته رو نگاه کنن ببینن چه مدت از این 5 سال رو شما در آمریکا بودین، حداقل 913 روز باید در آمریکا بوده باشین و اینم کانتینیوتی نداره. مثلا ممکنه بریم بیرون از آمریکا 3 ماه بیرون بمونیم، بیان اینجا 8 ماه اینجا بمونیم، یعنی کانتینیوس نباشه. همه رو که جمع میکنیم باید حداقل 913 روز باشه و امتحان سیویک بدین. امتحان سیویک هم میتونین رو آنلاین برین روی گوگل سرچ بکنین سیتیزنشیپ، تست سیتیزنشیپ براتون به زبانهای مختلف اونجا نوشته. و سوال دیگه دارین شما یا نه؟ نه خیلی ممنون آقای دکتر، از نگرانی در آوردی منو شما، خیلی سپاسگزار. درود بر شما. دست شما در نکنه، خداحافظ. خیلی خوب، ما دیگه صحبتش کردیم در باره سپاه که صحبت کردم، ویتین تایم تاوزی هم من دیگه مثل صحبت کردم. اون وقت الان یک سری شرکت های هستن اینجا. اولا ای بی فاگ یه نوع سرمایه گذاری، 2-3 نوع سرمایه گذاری داریم ما. یکی اینی که یه نفر که سیتیزن یه مملکت دیگه باشه بیاد در آمریکا و بگه آقا مثلا من میخوام یه بقالی باز کنم، یه رستوران باز کنم، یه نمیدونم یک بزنسی را بندازم و این بزنس در ظرف 2 سال آینده اینقدر کارمند خواهد داشت، حداقل 2 تا کارمند خواهد داشت. اینو بهش میگن E2. برای ایرانی ها از 2-3 سال پیش این قدغن شده، میذاریمش کنار. راست اگه کسی بهتون میگه با سرمایه کوچک، نه. حالا اگر این ایرانی باشه در یه مملکت دیگه پاسپورت داشته باشه، اون میتونه این کار رو انجام بده. دومیش اینه که یه چیزی هست به نام EB-5 که این سرمایه گذاریه که یه موقعی بود 500,000 دلار با خرجای جانبی شرط شده 600 تا خرج داشت. بذارم من تلفن که هلو آقای دکتر ناصریان، درود بر شما، بفرمایید. سلام قربان، بفرمایید. الو، برای دخترم وقت سفارت اومده، نامش
برای 21 می. اوکی. ولی هم ما توی اون یه دونه کلینیک پزشکی که باید وقت بگیریم در آنکارا دکتر دونگان، این نمیتونیم وقت بگیریم، یعنی جلو یه مقداری جلو میره ولی متوقف میشه. شما چرا راهنمایی میتونید بفرمایید؟ والا اون یکی دکتر که تنها نمیتونه باشه، شما برین توی همون سایت چیز سایت آنکارا بزنین فیزیشن اند سرجن، حداقل 10 تا اسمیه. آقای دکتر در آنکارا فقط یک کلینیک و یک دکتر، حتی دکتر دونگان که این کار انجام، دکتر معتمد کنسولگریه، دکتر دیگه ای نیست. اینا من تا اونجایی که من حتما حرف شما را من قبول دارم، فکر بکنم شاید من اطلاعاتم کافی نباشه، شما به من فردا زنگ بزنین. بله. من بهتون ببینم، ببرم نگاه کنم روی کامپیوتر ببینم. بعید میدونم برای یک کنسولگری که در یک کشوری هستش که این همه مردم، چه ترک و چه فارس و چه منظورم کسانی که مال ترکیه هستن، چه کسانی که مال ایران هستن، این همه مراجعه دارن، فقط یک دونه فیزیشن باشه. این رو فردا به من زنگ بزنین به همون تلفنی که کجا نوشته بینم تلفن ها، نه آها، به شماره 310-337-7900 که زنگ بزنین، من بهتون ایمیلتون رو میگیرم، لیست دکترها رو براتون میفرستم. 310-337-7900. بله بله بله. از کجا زنگ میزنی شما؟ به وقت این قرب آمریکا فردا چه ساعتی باشه؟ برای همین پرسیدم از کجا زنگ میزنی شما؟ بله از من از سیاتل الان زنگ میزنم. سیاتل که وقتش ما یکیه. بله. من لس آنجلس هستم، ما روی تایم زون با هم شریک مساوی هستیم. اوکی؟ بله. چه ساعتی حدودا زنگ بزنم؟ اینی تایم بعد از ساعت 11 زنگ بزن، فردا شنبه است. بعد از ساعت 11. آره. اوکی؟ بله. بعد از ساعت 11 فردا خدمتتون تماس میگیرم. اوکی، درود بر. باشه باشه. بله. باشه باشه. متشکرم، خداحافظ شما. خواهش می‌کنم. بفرمی. الو سلام. درود بر دکتر، خوب هستی؟ درود بر شما، بفرمی. بریم من ببخشید، من یه سوال داشتم برای خواهرم. خواهر من پارسال، جون پارسال برای اینترویو رفتن دبی و بهشون بکران چک خورده، الان دیگه نزدیک یه سال تایم وقت کنم. خواهرتون کجا کار میکرده؟ توی ایران. آره. هیچ جا، جای حسابدار بوده توی شرکت خصوصی. خب حالا بفهم من گوش میکنم. بله. سوالم اینه که اولا که این مدارکای پزشکی که اونجا هست اینا اکسپایر نمیشه، بعد و چرا تو انقدر طول کشیده، این درسته یا این که something is wrong، یه چیز غلطه، چی هست به نظر شما؟ اولا منظور شما فکر نمی کنم بجوش مدارک ها، مدارک، برای که مدارک جمع مدرکه، وقت جمع بر جمع نمی بند تا اونجا که من یادم در ایران درس می خوندیم ما. حالا سوال به اینه که مدارک رو همه رو شما چیز کردین دادین به نشنال ویزا سنتر، نشنال ویزا سنتر فرستاده به کنسولگری، کنسولگری باهاش مصاحبه کرده، بهش 912G بهش دادن، یعنی به حساب اومدن گفتن که بکران چکن. برای کسی که خانه دار، همسرش چی کار میکرده؟ همسر ندارم. اوکی. چند سالشونه؟ 52-53 سال. خب نه، من فکر میکنم که این اگر من وکیل کیس بودم بعد از یک سال، اتفاقا مال کیک دارم من انجام میدم، مال یه نفریه که توی ترکیه بوده همونجوری شده که اینو من شکایت میکنم ازشون، از کنسولگری، از وزیر کشور، همه رو شکایت میکنم، میگم شما موظفین طبق قانون، اینم این قانونشه که به این شخص یا بگین آره یا بگین نه.
اگر بگی نه که نمیتونم بگن نه، برای اینکه تو الان اگر نی بود در نشان ویزا سنتر دوش گرفته بودن، در یو سی اس دوش گرفته بودن. الان چیه کمکاری داریم میکنین؟ کارتون انجام بدین. خب پس ببینید، شما میگید من وایسم جونو، چون ممکنه جون پارسال جون گفتن، از جون گذشت خبری نشد، من میتونم با شما تماس بگیرم که شما پیگیر پرونده بشی؟ اولا من یه شوخی با شما بکنم، و این مودش که میگی من میتونم وایسم، نه شما میتونم بشینیم. آره ببخشی من از درم در اومدی شوی. نه شما احتیاج نداری تا جون وایسین، اگر 4 ماه 5 ماه گذشت از این شما میتونی شکایت بکنی. بله موقعی هم که اجازه بده. من برادرم هم توی همین پرونده بودن، ایشون هم هیچی هنوز نه اینترویو رفتن، هیچ کاری نکردن برای ایشون، هم هنوز خبری از ایشون نیومده. ببین تمام با هم بله آها تمام با هم دیگه. نه اینجا یه پرابلمی هستش یه جایی که اگر شما تقاضا کردین به عنوان یک سیتیزن برای خواهرتون و برای برادرتون، برادرتون یک سال قبل در حدود 8-9 ماه قبل اومده چیکار کرده؟ مصاحبه رفته. برای برادر شما هنوز مصاحبه نیومده، یه جوری یه جا مشکل وجود داره. آدم باید پرونده رو ببینه، ببینه که چرا مشکل وجود داره. ولی اگر احیانا به من میگفتین که یه نفر مثلا یک سال پیش تقاضا کرده، همه پرونده کامل و فلا اینا هنوز بهش مصاحبه میدن چیکار بکنم، میگفتم بشین و هیچ کاری نکنید تا موقعش بشه. ولی مال خواهرتون دفنتلی بعد از اینکه شکایت بشه 120 روز بهشون باید جواب بدن. 120 روز هم شاید کمتر، برای اینکه موقعی که شکایت میشه، موقعی که شما از من در یک کیسی که مربوط به فدرال ایشو هستش شکایت بکنین، من موظفم 30 روزه به شما جواب بدم. موقعی که من از دولت شکایت میکنم، دولت در ظرف 60 روز باید جواب آره یا نه به من بده. اوکی؟ بله. پس آقای دکتر این اشتباهی که به ما گفتن خود این بکران چک ممکنه 9 ماه 1 سال طول بکشه، حالا همه رو اینجوری کردن. بذار من یه چیزی بهتون، اینا که به من گفتن خانم، من اولی که برنامه شروع شد گفتم که من اگر دندون درد داشته باشم نمیرم پلوی سلمونی، اگر سن تو مثل سن من باشه اون وقتا سلمونی ها دندون کشیدن میکنن. نه اینه که به شما گفته باید ببینید که آیا وکیل بوده یا نه، اگر هم وکیل هست آیا در کار مهاجرتی هست یا آیا چند ساله داره تو این کار کار میکنه. اینقدر من از این فرانی گفته فرانی گفته، دیشب قرم سبزی با هم میخوردیم این اونو گفت اونو، اینا رو بنزلش دور. با من آقای دکتر یارو کسی به ما نگفت، اینجا تو همین شهری که الان من زندگی میکنم 2 نفر از دوستای من 1 سال برادر و خواهرشون طول کشید تو رفتن تو بستان چک، چون اینو دیدم قبول دارم، اینو پرسیدم ازشون که اینو قبول دارم 1 سال طول کشیده، گفتن قانون بسین که اینجوری نه نه خانم یه دست سب کن، من درباره اون مشکل ندارم. راست گفتم بهتون موقع پرونده میرزه به نشنال ویزا سنتر یک صفحه، شما میرین تو گروسری استور بعد از ظهر امروز میرین میخوان خرید بکنین، 20 نفر جلوتون وایستن، شما تو صف که نمیتونی بزنی، باید سعی کن اون جلویا برن کشیر پولو بگیرن و جنس رو بهتون تحویل بدن. این عین جریان اینایی که میگن ما فک فامیلمون یک آره، ولی موقعی به کنسولگری میرسه یعنی تمام این چیزا تموم شده. کنسولگری موظفه در ظرف 3 ماه اگر که بخوای کنسولگری در ظرف 3 ماه اگر نشد موقع شکایت بکنین، دادگاه در ظرف 60 روز اونا رو میکشه به این که بهشون کامند بکنه، دستور بهشون میده تکلیف این شخص رو معلوم بکنی. اوکی؟ بله. اوکی خانم. بله خیلی ممنون متشکرم. پس من با شما تماس میگیرم برای اینکه کیس و پرونده رو اینا رو به شما بدم شما پیگیری. اوکی خانم. روزتون بخیر. بفرمایید. درود بر شما جناب دوستانیم. درود بر شما. از کجا زنگ میزنی؟ صدا آشناست. از تهران. آه شبتون بخیر. نه صدا صدا آشنا نیست. بفرمایید. جناب ناصری من نوامبر 22 تقاضای پاسپورت کردم برگشتم ایران.
ولی یک سال طول کشید تا پاس من صادر شد. پاس من که صادر شد در سال پیش بود، یعنی 2023. یک سال بعد یعنی صادر شد. از وقتی که صادر کردم انقضای ژانویه 2026 هست. درسته؟ یعنی از تاریخ یه دن سب کن موقعی که صادر میکنن اون تای صفحه نوشته کی شروع شده کی تموم میشه. مال شما 2026ه، 2026 تموم میشه. بله ژانویه 2026 تموم میشه. دست بله کاملا صحیح میفرمی. حالا یه مشکل من دارم، 2025 ده سال گرین کارت من تموم میشه فرصتش. آره حالا باید چی کار میکنیم اینو؟ نه وقت چیزه گرین کارتتون خیلی وقت پیش گرفتی گرین کارت داره؟ 2015. اون وقتا روش زمان نمیذاشتم، مطمئن زمانش گرین کارت رو نگاه کن این زمان روش نوشته یا نه؟ بله 10 سال است. خیلی خوب، اگر 10 سال است اونجا شما میتونین گرین کارتتون رو اینجا تقاضای چی بکنین؟ تجدید بکنین. فکر نمی کنم این کار شما باشه، برای اینکه از اون طرف شما اجازه دارید تا 2026 اینجا باشین، از اون طرف گرین کارت 2026 باید بدین یکی این کار براتون بکنه. اوکی؟ چه نفی؟ به سفارت باید مراجعه کنم؟ نو اینجا باید یک نفر تمام، شاید هم میتونیم به سفارت، نه سفارت کار تمدید گذرنامه رو نداره. خب من تلفنی دخترم صحبت کرده با USCIS. اوکی. اونا گفتن مشکلی نداره، مهم پاس سفیده شما بکنید. اونم حرف اونم درسته، تاریخ کارت سبز رد شده، ولی به مرد که وارد شدی بلا فاصله تقاضای تمدید کارت سبز کن. حرفشون کاملا درسته، از مشکلی نیست. نه خیلی خب، من میگم وقتم تموم شد، اونایی که رو خط هستن من بهشون جواب میدم. تا هفته دیگه، روز غارش شما خوش، به امید آزادی مملکت و سرفراز با زنهای ایرانی که تا هفته دیگه.